آیا میشه مهاجرت رو به عنوان یکی از مصادیق موقعیت آنومیک در یک جامعه در نظر گرفت؟ خب پاسخ به این سوال رو ما به این شکل میدیم که مهاجرت از کجا به کجا؟ بعضی از اشکال مهاجرت بوده، مثل مهاجرت روستا شهری یا مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، ما در طول تاریخ اونها رو شاهد بودیم و دلایلش هم مشخصه. وقتی انقلاب صنعتی میشه، یک مهاجرت گسترده روستا شهری شروع میشه. شکل معیشت افراد از اینکه صرفا کشاورزی باشه تبدیل میشه به صنعتی، کشاورزی و صنعتی، و کشاورزی هم بیشتر صنعتی میشه و در نتیجه افراد دیگه میان و بیشتر در شهرها زندگی میکنن. بنابراین این مهاجرت روستا شهری از قرن 19 تا امروز دائما ادامه داره. نوع دیگه مهاجرت رو فرض بکنید که ما دیدیم که به دلیل فجایع اتفاق میفته. وقتی یک فاجعه طبیعی اتفاق میفته، وقتی یا یک فاجعه فرهنگی یا یک فاجعه آنومیک اتفاق میفته، مثلا جنگ ها که نمونه ای از این قضیه هستن، انقلاب ها یک نمونه ای از این قضیه هستن که وقتی اتفاق میفتن گروه بزرگ انسانی جابجا میشه. و ما چنین مهاجرت های در ابعاد بزرگ رو داشتیم، یا مهاجرت های استعماری که در همین جنبه مهاجرت های سیاسی قرار میگیرن، مصیبت های سیاسی قرار میگیرن. نگاه کنیم مثلا به وقایعی که در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، دستکشی هایی که اتفاق افتاد، مهاجرت هایی که اتفاق افتاد، مهاجرت ارمنی ها و از ترکیه، فرض کنین جابجا شدن یونانی ها، و بعد همینطور اگر بیایم تا جنگ جهانی دوم به گروه های دیگه میرسیم، که کشورهای دیگه میرسیم که همین مهاجرت ها درشون اتفاق افتاده. و ولی مهاجرت و اون چیزی که اغلب در ذهن خیلی ها هست، مثلا خصوص مهاجرت به کشورهایی مثل کشورهای جدید، مثل کشورهای مثلا آمریکا یا استرالیا یا حتی اروپای غربی، تا سالها یک نوع از مهاجرت بود که گروه های خاصی انجام میدادن. حالا در قرن 19 بیشتر گروه های فقیری انجام میدادن که یک زندگی جدید رو شروع کنن، یا گروه های کوچیکی انجام میدادن که موقعیت کاری بهتری پیدا میکردن در اون نقطه ای که میرفتن و مهاجرت میکردن بهش. ولی مهاجرت در چارچوب بحران مهاجرت یک امری هستش که ما الان از سالهای 2000 با اون روبرو هستیم، و شاید من میگم نقطه شروعش در هزاره سوم حملات تروریستی با برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی بود، و بعد حمله آمریکا به و متحدینش به خاورمیانه، به تخریب شدن خاورمیانه تا حد زیادی، و بعد بحران مهاجرتی که میلیون ها نفر رو آواره کرد از خانه و زندگیشون، و اونها رفتن به طرف اروپا و بعضیشون هم رفتن تا به آمریکا هم رسیدن. و خب این تیپ از مهاجرت ها که در ذهنیت آدم ها وجود داره، که موقعیتی رو که در یک منطقه دارن از طریق گریز از اون منطقه در یک جای دیگه از دنیا به بهبود برسونن، بیشتر از اینکه یک واقعیت باشه یک تخیله. به دو صورت این تخیل وجود داره. من صرفا به صورت یک بحث کلی میخوام همین رو بگم. به دو صورت وجود دارن. یکی این که اون چیزی که تصور میشه در اون نقطه پایانی وجود داره، اون چیزی نیست که برای اکثریت اتفاق میفته. در نقطه پایانی شاید بتونم بگم مثلا شاید 5%، یک تعداد بسیار معدودی از اون کسانی که مهاجرت کردن میرسن واقعا به اون رویاهایی که از مهاجرت داشتن، و مابقیشون یک زندگی خیلی خیلی عادی و حتی پایین‌تر از عادی نسبت به مردم اون نقطه مقصد میرسن. و دومیش هم این هستش که بسیاری از اون کسانی که به مهاجرت فکر میکنن و به دلیل فکر کردن به مهاجرت زندگی عادی خودشون رو از دست میدن و پسندازشون رو از دست میدن، خونهشون و زندگیشون رو از دست میدن، اینها اصولا نمیتونن به مهاجرت برسن. یعنی حتی به اون نقطه اول نمیرسن که اونجا بازجو برن جز اون 5% که موفقن، یا اون 95% که یک زندگی خیلی خیلی عادی دارن، ولی زندگیشون رو در نقطه مبدأ از دست میدن. به همجهت مهاجرت رو ما بیشتر یک پدیده
آسیب شناسی میدونیم، و وقتی که در جایی مهاجرت وجود داره یا میره بالا، این جزء به اصطلاح شاخص هایی هستش که به ما نشون میده با موقعیت های ناهنجار اجتماعی روبرو هستیم. مهاجرت رو ما میگذاریم در کنار بالا رفتن نرخ خودکشی، میگذاریم در کنار پایین اومدن نرخ زاد و ولد و ازدواج، میذاریم در کنار بالا رفتن نرخ بیکاری، پایین اومدن امید زندگی و خیلی دیگه از این شاخص‌های منفی که نشون میده که افراد از زندگیشون رضایت ندارن. در حالت عادی وقتی که افراد از زندگیشون رضایت داشته باشن، ما نباید ببینیم که این تمایل به مهاجرت وجود داره. پس بالا رفتن تمایل به مهاجرت کاملا میتونه یکی از مصادیق شروع شدن آنومی اجتماعی یا پیشرفت در آنومی اجتماعی باشه.